دروز فراوان به همه همراهان رودست. من آناشید با اخبار رودست در خدمت شما هستم. برخورد با قاتلان تظاهر کنندگان طبق قانون تروریسم. شمار کشته های اعتراض های عراق به 30 تن رسید. فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه ای افراد خرابکار که اموال عمومی و ساختمان های دولتی را به آتش کشیدند تهدید کرد و گفت با آنها به عنوان تروریست برخورد می شود. تظاهرات در بغداد پایتخت عراق و نیز چند شهر دیگر در جنوب این کشور دست کم 30 تن کشته بر جای گذاشته است. به گزارش ایسنا، فرماندهی عملیات بغداد در این بیانیه آورده است در حالی که کشور شاهد تظاهراتی برای مطالبه حقوقی تضمین شده بر اساس قانون اساسی عراق است. برخی از این تظاهرات ها سوء استفاده کردند و دست به قتل شهروندان و زخمی کردن آنها، آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و غارت آنها زدند. تمامی بخش های نیروهای امنیتی قهرمان با این افراد خرابکار مجرم طبق قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهند کرد و این اقدامات غیرقانونی جنایتی تلقی می شود که باید به طور میدانی و فوری با آنان تعامل شود. احتمال شهادت بولتون در تحقیقات استیصال ترامپ. یک رسانه آمریکایی خبر داد که وکلای بولتون رایزنی‌هایی با مجلس نمایندگان آمریکا در ارتباط با شهادت دهی وی در تحقیقات استیصال ترامپ داشتند. شبکه خبری CNN جمعه شب گزارش داد وکلای جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید با سه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که در حال تحقیقات برای استیصال دونالد ترامپ هستند رایزنی‌هایی داشتند. این رایزنی‌ها مربوط به احتمال حضور بولتون در جلسات شهادت دهی مجلس نمایندگان آمریکا بوده که در حال انجام تحقیقات برای بررسی امکان استیصال رئیس جمهور این کشور است. در حالی که کمیته‌های اطلاعاتی، نظارت و امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حال مصاحبه با شاهدانی در این رابطه هستند. اعضای دموکرات این کمیته گفتند که شهادت دادن بولتون ضرورت دارد. خزانه‌داری آمریکا تدابیر ویژه پولشویی علیه ایران را اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز جمعه با اعمال دستورالعمل‌های علیه ایران موسوم به تدابیر خاص نوع 5 تهران را در مرز قلمروهای قضایی مورد نگرانی‌های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمان‌های مالی آمریکا را به اتخاذ تدابیر ویژه در مراودات مالی با طرف‌های مرتبط با ایران ملزوم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در لابلای بیانیه‌ای که دیروز جمعه برای اعلام راه‌اندازی یک مکانیزم ادعایی برای مبادلات انسان دوستانه با ایران صادر کرده و به صورت مختصر به اعمال این دستورالعمل جدید علیه ایران اشاره کرده است. استفاده آمریکا از ابزارهای اقتصادی یک تروریسم اقتصادی است. روحانی در اجلاس عدم تعهد گفت استفاده بی‌پروا و گستاخانه آمریکا از ابزارهای اقتصادی ظالمانه علیه ملت‌های مستقل تروریسم اقتصادی است. محدودیت جدید آمریکا علیه کوبا. وزارت حمل و نقل آمریکا روز جمعه اعلام کرد که تمامی پروازهای تجاری به 9 شهر کوبا را لغو کرده و تنها پروازها به هاوانا باقی خواهد ماند. به گزارش اسپوتیک، محدودیت جدید دولت آمریکا 50 خطوط هوایی این کشور تنها مجاز هستند به فرودگاه بین‌المللی خوز مارتی در هاوانا پرواز کنند. یک مقام آمریکایی در توجیه این اقدام دولت اعلام کرد: ما شاهد آن هستیم که تا چه میزان دولت کوبا از سفر گردشگران آمریکایی به این کشور سود می‌برد. ما اجازه نخواهیم داد که این منبع مالی به دولت کوبا برسد. مقاومت ملت‌های ایران و ونزوئلا در برابر آمریکا تحسین برانگیز است. رئیس جمهور در دیدار همتای ونزوئلایی خود گفت: آمریکایی‌ها در پیشبرد هیچ نقشه‌ای در منطقه ما از عراق و سوریه گرفته تا فلسطین و افغانستان و یمن نتوانستند به موفقیتی دست یابند. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور حسن روحانی روز جمعه در دیدار رئیس جمهور ونزوئلا که در حاشیه اجلاس سران غیر متحدان در باکو انجام شد گفت ایران و ونزوئلا در همه جوامع بین المللی و سیاسی پشتیبان یکدیگر بودند و باقی خواهند ماند و ما آماده ایم در کنار تقویت همکاری های مالی و بانکی تجربیات خود را در حوزه های فنی و زیرساخت های سایبری، فناوری های نوین و همچنین کشاورزی در اختیار ونزوئلا قرار دهیم.
یک نظامی روس 8 همکار خود را با شلیک گلوله کشت. در پی تیراندازی یک نظامی روس به همکاران خود در پادگانی واقع در شرق روسیه 8 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. به نوشته خبرگزاری اسپوتیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد روز 25 اکتبر حوالی ساعت 6:20 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی زمان تغییر پست‌ها یک نظامی در پایگاه فنی و تعمیرات واقع در منطقه شرق روسیه با اسلحه نظامی بر روی سربازان همکارش آتش گشود. در نتیجه آن 8 نظامی در جا کشته شدند و 2 تن دیگر مجروح. وزارتخانه افزود فرد تیرانداز دستگیر شده و زخمی‌هایی که حالشان وخیم نیست به بیمارستان منتقل شدند. بازرسان وزارت دفاع در حال اعزام به پادگان محل حادثه هستند و تحقیقات درباره عملیات وقوع این تیراندازی آغاز شده است. ممنونم که با ما همراه بودین. اگه به بخش خبری ما علاقه‌مند هستین کانال دوم رودست رو سابسکرایب کنید. پاینده باشید.